سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدیم با یه برنامه جدید، میخوایم بررسی کنیم ترک ترانه علی دوستی از علی قاف و ببینیم چی بود، دیس به کی بود و کاورش رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم ببینیم چی بود و چجوری بود. اما قبل از هر چیزی یادتون نره که حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه قبلا ساب کردید نگاه کنید که هنوز ساب باشید، صحبت دیگه باقی نمیمونه. میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب علی قاف بعد چند وقت که نبود تو آلبوم مجاز دیدیمش، یه ورس داشت و بعدش اومد با یه ترکی به نام ترانه علی دوستی. اول میخوایم ما از کاورش شروع کنیم، ببینیم کاورش طرح چیه و منظورش چیه. همونجوری که میبینید شما یه دونه تلفن میبینید که تبدیل شده، البته موبایل که تبدیل شده به یه دستگاه اسلات که تو به هر کازینو اینا استفاده میشه، و همونجوری که میبینید جکپات شده، اونم با عکس ترانه علی دوستی که وسطش هست، بالاش هم قشر پولدار یا شاید صاحبان کازینو و پایینم مردمی هستن که دارن میبینن. اما خیلی ها میگن آقا چرا ترانه علی دوستی این وسطه، این قضیهش چیه؟ فکر میکنن استفاده ابزاری شده، اما اینجور چیزی نیست. ترانه علی دوستی یک سلبریتیه و جکپات شده اون وسط و برده، و اون مردمی هم که پایینن دارن نگاه میکنن و دارن سود میرسونن به اون بالایی ها که صاحب کازینو هن شاید. و خب چرا الان چی شد داستان؟ اگه دقت کرده باشید دیده باشید خیلی از اونایی که میان کازینو تبلیغ میکنن میگن که ما خودمون بازی کردیم بردیم، و این باعث میشه که خیلیا بیان و به هر حال اونجا ثبت نام کنن، و برنده تو این داستان فقط اون میشه گفت سلبریتی هست که اونجا داره اون تبلیغ رو میگه و داره میگه من بردم و به هر حال سودی رو دریافت میکنه. این داستان اصلی این کاور، و برای همین اونجا استفاده شده و یه جوری میخواد بگه بجز سلبریتی ها تو این بازی ها، یعنی بجز سلبریتی هایی که تبلیغ میکنن، کسی برنده نیست. و من نمیخوام مهر تایید چیزی به این حرف بزنم، منظور کاور اینه. و از طرف دیگه هم گوشی رو خودش به یک به هر حال کازینو تشبیه کرد که خیلی ها زندگیشون رو با اون قمار میکنن. خب از کاور که رد شیم میرسیم به ورس اول. همونجوری که میبینید توی این ورس دقیقا مثل همونجوری که توی ورسی که داشت توی آلبوم مجاز شروع میشه با به دنیا اومدن و به هر حال تعریف یه سری داستان از خودش شروع میشه و میره جلو، اینجا خیلی ها میگن که پیشرو رو دیس کرده علی قاف، ولی اصلا همچی چیزی نیست، پیشرو دیس نشده. میشنویم. میگفتن علی کریم میشنوی یا نمیگم از کمر میشکنی ادامه بدی به پیش روی تو گسترش زیر زمین، گفتم گوشم با شما درسته ولی. خب همونجور که میشنویم تو این ورس علی از خودش داره میگه علی قاف، و میرسه به یه جایی که میگه به هم میگن علی کریم میشنوی یا نمیگی میشکنی ادامه بدی به پیش روی تو گسترش زیر زمین، بعد میگه درست میگین ولی. خب اینجا خیلی ها میگفتن این ربط داره به 80، آهنگ 80 که پیشرو رو دیس کرده بودن که میگفتن از کمر میشکنی و پیش روی شبیه پیشرو. اصلا همچین چیزی نیست. اینجا یک نفر داره علی قاف رو نصیحت میکنه، بهش میگه میشکنی بدی ادامه تو پیش روی زیر زمین، و یه جوری خودشو کسی میدونه که داره زیر زمین رو میبره جلو و همه بارها روشه، و بر همین اون شخص داره اینجا به هر حال نصیحتش میکنه، میگه این کارو نکن، و داره میگه که کری میشنوی، و میره جلو و کارس رو داریم که میگه که میدونم ولی تو هم تهش علی دوستی مثل ترانه. با هم میشنویم یه توضیح میدم درباره تو هم تهش علی دوستی مثل ترانه، مثل کفاب خزانه، مثل تمام عرازه. تو هم تهش علی دوستی مثل ترانه، مثل کفاب خزانه، مثل تمام. خب همجور که شنیدید این کارس رو داشتیم، اما جالبی که داره، حالا کارس یا کورس، درست ترش کورس، کورس دو تا معنی داره تو این آهنگ، دو تا معنی مختلف داره. معنی اولش که تو ورس اول هست وقتی شما میشنوین، بعد از اون نصیحته میگه آره راست میگی ولی تو هم تهش علی دوستی مثل ترانه، مثل کفخواب خزانه، مثل تمام عرازل. خب تو هم تهش علی دوستی، به اونی که داره بهش میگه ادامه نده تو پیش روی زیر زمین، داره میگه تو هم تهش علی دوستی، یعنی تو هم تهش منو دوست داری، این کارهای منو دوست داری، با این که میخوای من ادامه ندم و این کارو میکنی. بعدش هم میگه مثل ترانه، که حالا میتونه این ترانه خود موزیک باشه و اون به هر حال ترانه یا لیریک باشه، و از اون برم خوبیه به هر حال نگاهی داره به ترانه علی دوستی که شاید داره میگه که امثال ترانه علی دوستی و به هر حال داف مافا هم منو دوست دارن، علی دوستن. و میرسه میگه تو هم مثل کفخواب خزانه. کفخواب خزانه، خب خزانه یه منطقه تو جنوب شهر تهران، منطقه 16، و خب پایین شهر دیگه، و اونجا کسایی که هستن
به لفظ اینجا که داره استفاده میشه خیلی خاکی و لوتیان و میگه که منظورش اینه که اون لوتیا اون پایین شهری ها طرفدار منن و تاش هم دوره میگه ارازل و یه جوری منظورش اینه که از دافا و خود شعر و خود تو که داری منو نصیحت میکنی با بچه های پایین شهر که حالا خزانه رو مثال میزنه و ارازل طرفدار منن اینجوری میگه و منظور کورس اول اینه. میرسیم به ورس دو. طبق معمول این چند سال گذشته علی قاف که ورس اولش یکم اجتماعی گنگ اجتماعیه و تو ورس دوم معمولا تتلو دیس میشه یا حتی تو قسمت دوم ورسش همونطور که تو به حال آلبوم مجاز شنیدیم ترکی که بود فکر کنم اسم آهنگ شبیه گرگا بود اون تو اومده دیس کردیم تو هم همینجوری میاد دیس میکنه طبق معمول حسین و تتلو رو و حتی جی جی رو تیکه به جی جی میندازه نسبت به مصاحبه که داشت و نسبت به کازینو اینا میگفت وقتی همه اینجوری دارن میخورن و میکنن و میبرن شما نمیتونی به ما چیزی بگی مصاحبه که با آپارات داشت و اینجا یک گزندی به اونجا داره همونجوری که میگی شدی چوزخور آقازاده ها و همینطور به امیر تتلو که خیلی وقتا اسپانسر میخواد و از ساشا صبحانی و اینها استفاده میکنه و اینجوری تیکشو میندازه یه جاش ولی باره میگه یه رو لنگ یه رو شیش لنگ رو هشت یه رو منگ آونگ که خب اینجا منظوری که میتونه داشته باشه یه رو شیش لنگ رو هشت که یه جور منظوریشه که شیش و هشت کار میکنه و لنگ شیش و هشتی از اون برم میگه که شیشی و منگ هشیش اینجا هشت منیه هشیش میتونه داشته باشه از اون برم چون میگه منگ آونگ خب این دقیقا چیز معتاد بودن میاره و اینجا داره قشنگ به تتلو نشون یعنی میگه که آقا منگ هشتی و رو شیش و هشتی و منگ آونگی و منتظرین بهت پول بده و این داستان ها و اینجوری یه سری تیکه ها رو میندازه و کورس شروع میشه. کورس دقیقا همون کورس اولی همونجا معنیش فرق داره میگه تو هم تهش علی دوستی مثل ترانه مثل کفخواب خزانه مثل تمام ارازل. خب اینجا علی دوستی منظور از علی دوستی کسی هست که به هر حال مثلا حسین که اینجاش نمیشه علی و میگه که امام علی نوشته و میگه که من به هر حال مقیدم و این داستانا داره به اینا اشاره میکنه و یه داستانی که اگه خیلی شنیده باشین به اونایی که مثلا کل سال دارن عرق میخورن و قمار میکنن و این حرفا بد میان محرمزون یا محرم میشن سینه زن و میشن علی دوست اینجا تیکش به اوناست که داره بهشون میگه شما چی کارید بهش میگه تو هم تش علی دوستی مثل ترانه مثل کفخواب خزانه مثل تمام ارازل. کفخواب خزانه اینجا میتونه یه معنی داشته باشه و اون معنیش کسایی هن که تو خزانه داری و این داستانا کار میکنن بانکدار و یا کسایی که به هر حال همین صاحبای سایت های شرط بندی هستن و این داستانها و یه جوری اشاره‌ای داره به کسایی که یک مقامی دارن که توش پول هست و کفخواب خزانه دیگه و اونا هم معمولا خب یه جای کارشون میلنگه تو ایران اونجوری که همیشه میدونیم و میگه که تو هم تش مثل اونا و همه ارازل با همه گندکاری هایی که میکنی علی دوستی و خب شنیدین دیگه از تتلو که خیلی جوها میاد درباره سجده اینا حرف میزنه همینطور حسین و 100% اینجا تیکر میندازه به حسین که میگه من سایت شرط بندی زدم پول حلال در میارم و اینجوری تیکر رو بهش میندازه. باز هم میگم هیچ مورد تاییدی به حرفاش نمیزنم منظورهایی که میتونه داشته باشه و احتمال زیاد خیلی داره علی قاف. ارازل دو ماسه ما پول کار برو نده جاش به پیچ دوره مچت ساعت پتک پلنگ اینسا کف دامن زنه یارو برو ننشم دامن زده من شاشیدم خوش ریز باور کجه که کل هنره تو فریب آدم خره و وامیره پا میده مایه ببینه باوره لاله و کره. بله دیدید میگه دو سه ما پول کار برو نده جاش به پیچ رو دستت ساعت پتک پلنگ ایستا کف دامن زنت یارو واسه ننشم دامنه زده من شاشیدم خاکیز باور کجت که هل کل هنر تو فریب آدم. اول قافیه هاشو نگاه کنید رایماشو نگاه کنید که چقدر باحاله. مثلا میگه کاربر رو نده ساعت پتک دامنه زده دامن زنت خاکریز کجت باور کجت خاکریز باور کجت که میبینید باور ساعت اینجا سا با اون برم اگه مصوتاشو دقت کنید ا ساعت باور و همینجوری چهار تا قافیه رو گفته رفته دمش گرم خیلی باحاله. من موندم خیلی ها میگن که یا حتی مثلا زنت پتیک اینجوری میبینید رایمای خفن خیلی ها میگن رایم نداره من شما چجوری نقد کردید درست نگاه کنید پر رایمای خفن این آهنگ و اینجا اشاره میکنه خب به سایت شهربندی رو پولو میگیرن و حتی به مونتیگو اینجا و اگه دقت کنید میگه حتی واسه ننشم دامنه زده و منظورش خب همون دامنیتا یا به هر حال یوزرای هستن که برای سایت ها میدن برای سایت ها و به هر کی سایت میدن و یه کد دسترسی یه جور دسترسیه برای اینکه به یه سایت شما دسترسی داشته باشی سایت دسترسی سایت شهربندی خودت داشته باشی. چقدر پیچیده شده چقدر بد گفتم
منظورش اینه که برای همه سایت شرط بندی زدی و میدی تبلیغ کنن دیگه، حتی برای ننت هم زدی و از اون برم دامنه حاشیه میتونه داشته باشه که اینجا به تتلو میشه. اگه اون دامنه حاشیه رو بگیره میفته به تتلو، که خیلی جا دیدیم حاشیه‌هاشو درباره مادرش صحبتایی که میکنه، و از اون برم دامنه زدن و این دامنه های سایت ها که برمیگره به مونتیگو و توی بیگ دوتا تیکه انداخته. اونجا هم که میگه شاشیدم خاک ریز باور کجت، خب طبق آهنگی که یاس داشت و میگه من رو خاک ریز باورم وایستادم توی آهنگ سفارشی، یه جوری میشه تیکه به اون باشه چون شبیه اونه، ولی از اون ور چون به یاس تیکه نمیدازه و به سایت های شرط بندیه و کسایی که دارن فریب میدن مردم و پول در میارن، بازم میگم لفظ خودش من تایید نمیکنم حرفش، داره به اونا میندازه و میتونه یاس نباشه، اما از اونم چون خیلی شبیه هم میتونه یاس باشه. خب تجربهش هم زیاد داره، دیس کرده و اینجوری تیکاشو انداخت و در کل به تمام رپ دیس داده این تو، و از همه واضح تر به مونتیگو، تتلو مثل همیشه، حسین مثل همیشه، قسمتی از جی جی و سهراب و حتی یاس که میتونه داشته باشه، و همه رو یه جوری دیس کرده بود. در کل آهنگ خوبه، اما یه چیزی که هست میکس آهنگ زیاد چیز جالبی نداره، خیلی ساده است، و اینکه توی حاشیه امنیتی قاف رفته به نظرم خیلی بده، چون مدت هاست که قاف از سالها پیش 3-4 سالی که چرت ساکت بود چند وقت، ولی دقیقا همین جوری شده آهنگش، هرچی مضمونش باشه ورس اول یکم گنگ اجتماعی از خودش و اجتماع میگه، بعد میشه دیس تتلو، حتی تو آهنگ مثل حسن ورس دوش کاملا دیس تتلوه، حتی تو ورس که داشت تو آلبوم مجاز دقیقا همین جوری بود، و دقیقا یک فرمول ثابت شده کارهای قاف که اولش خیلی با آدم حال میده چون خیلی رایماش باحال، رایمای جالبی داره و حرفا رو میزنه، اما خب بعد چند وقت دیگه تکراری میشه. من خودم خیلی قفل بودم رو این آهنگ، اما بعدش واقعا برام تکراری شد، انگار مثلا یک ساله دارم این آهنگو گوش میدم. در کل نوآوری هایی که تو تکس داره، یعنی به نوعی که حرفشو میزنه با اینکه حرف تکراریه اما باز جالبی داره، این خودش یه هنره، اما از اون ور که دیگه حرف زیادی نداره. مثلا من دوست دارم قاف بشنویم، مثل آهنگ چی بود اسمش، مثل آهنگ مشتی که مشتی اون بازیگره که با شانس بد خوب بازی کنه اینها، و دقیقا قاف کلن شده فقط اعتراض کردم به این و اون دیگه، تو چرا اینجوری، تو چرا اینجوری، تو چرا اونجوری، و آخرش هم که هی میاد میگه که کجایی بیایم، آدرس و فلان و تلفنی و فلان و بیسار و اینا. این در حالیه که دو تا دقیقا قاف درگیری داشته، و یکیش که داستان علی جیدال بود که همه میدونید، و یکی هم داستان علی النور بود که باز همه میدونید، باز توی آهنگاش قاف میاد اینو میگه، و اصلا این فرمول تکراری شده. برای همین من فکر میکنم که قاف بهتر از این حاشیه امنیتی که هوادارش دوست دارن و همیشه یه کار با اینکه اسم فرق داره اما دقیقا همونه فرمولش همونه، بیاد بیرون و یه کار جدید بکنه، چون همش داره از اونا غور میزنه، به از اونا بعد میگه آقا اگه اونا نبودن چی میشد، قاف دیگه نداشتیم، ایده های دیگه نبود، و اون علی قاف قدیمی رو ما میخوایم که بتونه ایده ها رو قشنگ لخت کنه، نه اینکه همش دیگه تکراری بشه، سکوت دوباره همون، و حتی فرمول تکراری. ورسش هم گفتم توی آلبوم مجاز، از به دنیا اومدن و دوباره تتل و همینجوری. برای همین ما دوست داریم قافو که میتونه انقدر خفن رو این بنویسه، میتونه انقدر مدرن رپ کنه رو توی کارهای دیگه ببینیم، ایده های خفن تر ببینیم، یا نه دیس مستقیم که واقعا دیس و دیسپک بده. این بود از نقد آهنگ قاف و ترانه علی دوستی. به نظر من آهنگ در کل خوبه، اما به خاطر بیتش که کلن زیاد در خدمت آهنگ نیست، و میکسی که خیلی ریسکی نیست و خیلی ساده است، و صداها بعضی جاها حتی خوب نمایان نمیشه، و اینکه خب تکراری میشه زود چون ایدش تکراری شده، به نظر من نمره بهتر از 6 نمیتونه بگیره این آهنگ، و خیلی پتانسیل قاف بیشتر از این حرف هست. امیدواریم که بیشتر بهتر کنه و شاهد این تکرار نباشیم که هر چند سال یه بار همون قافو بشنویم با یه سری فقط قافیه هایی که متفاوت شد. خب این بود از بررسی آهنگ قاف که ترانه علی دوستی، یعنی که همه رو دیس کرده بود، و امیدواریم لذت برده باشید، و امیدواریم که قاف از این جدا، از این فضایی که هست جدا شه و بیاد اون قافی که واقعا میتونه باشه، چون داره استعدادشو. صحبت دیگه باقی نمیمونه، مرسی که ویدیو رو تا این لحظه دیدید، تا ویدیو بعدی، نقد بعدی، رپ حواشی بعدی، هر چیز دیگه بعدی، امیدوارم حالتون خوب توپ عالی و ناب باشه. سی سون.